بررسی های انجام شده نشان می دهد در حال حاضر سی میلیون شهروند ایرانی زیر خط فقر زندگی می کنند. این آمار تکان, این آمار تکان دهنده با انتقاد مراجع تقلید از جمله آیت الله لزما صافی گلپایگانی مواجه شده است. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. آیت الله العظمى شیخ لطف الله صافی گلپایگانی در دیدار با رئیس مجلس ایران نسبت به وضعیت اقتصادی این کشور و مشکلات مردم به شدت ابراز نگرانی کرد. معظم الله در این باره گفت بند بسیار نگران وضعیت اقتصادی و مشکلات مردم هستم. مردم نجیب و شریف کشور ما مستحق این وضعیت نیستند. ایشان در قسمت دیگری از توصیه های خود با اشاره به گرانی سرسام و, و مشکلات زیادی که برای مردم پیش آمده فرمود گرانی برای مردم طاقت فرسا شده و تحمل آن برای مردم عزیزمان بسیار سخت و مشکل شده است ایشان افسودن توصیه حقیر این است که باید با تمام کشورهای دنیا با عزت و اقتدار رابطه داشته باشیم اینکه با بسیاری از کشورها قهر باشیم صحیح نیست و به ضرر مردم عزیزمان است شما باید با اقلانیت و تعامل سازنده حقوق ملت را احقاق کنید امروزه یکی از راه های اصلاح امور این است که با حفظ منافع کشور و با عزت با جهان در ارتباط باشیم که خیلی از مشکلات برطرف خواهند شد بررسی های انجام شده نشان می دهد در حال حاضر سی میلیون شهروند ایرانی زیر خط فقر زندگی می کنند و فقر به شکل فضایندهی در این کشور در حال گسترش است کارشناسان اقتصادی نیز اقتصاد ایران را بیمار دانسته و عوامل فراوانی برای آن مطرح می کنند. معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ایران در گزارشی اعلام کرد که تا سال 99 26 میلیون نفر از جمعیت کشور در فقر مطلق زندگی می کردند. با توجه به اینکه خط فقر در سال 99 با افزایش 38 درصدی به 1 میلیون و هزار تومان رسیده بود، انتظار میرفت تا پایان این سال و با توجه به شیوع گسترده کرونا در ایران و خروج حدود 2 میلیون نفر از بازار کار، تعداد افرادی که در فقر مطلق زندگی می‌کردند از 26 میلیون نفر به حدود 30 میلیون نفر برسد. در همین حال کارشناسان اقتصادی معتقدند ارز بازار آزاد به دلیل بی تدبیری و بی کفایتی ها و چند سال گذشته به دلیل تحریم ها به رقم هایی رسیده که حتی طبقات متوسط را هم به زیر خط فقر کشانده است به گفته کارشناسان مسائل اقتصادی نه تنها فسادهای درون حکومتی بلکه روابط تیره ایران با بسیاری از کشورهای جهان باعث گسترش فقر در این کشور شده است. آنها همچنین میگویند که ایران سیاست های پرهزینه ای را در منطقه به اجرا درآورده و در آنها به آنچه میخواسته نرسیده است. سیاست هایی که خواه یا ناخوا فشارهای سیاسی فراوانی را به ایران وارد کرده و بار مشکلات اقتصادی را بر دوش مردم این کشور گذاشته است.